وقتی به ختم تمثیل درمانگری نزدیک میشیم و قبل از اینکه اعضای گروه از گروه جدا شده و برند به زندگی خودشان ما باید با اوها تشریح کنیم که چی کارهایی را انجام دادن کارشان یک کار سخت چالش برانگیز اما بسیار جذاب است و در این زمان احساسات مختلفی در این کار دخیل بوده است افکار بسیار مختلف رفتار مختلف حتی برای چند ساعت باد ممکن است حسی که آدم روی یقل تک قرار داره به انسان دست بده و شاید تا آخر روز هم باشه بنان ما باید این را عادی سازی کنیم ما میتونیم بگوییم که خب شما یک کار بسیار بزرگی را در سطوح مختلف انجام دادین شاید این کار برای تان کمی مبهم باشه که امروز شما دقیقا چی کاری را کردین اما نهایتا و یا در آخر همه چیز روشن مشخص و مرتب میشه بدن ما برای به آرامش رسیدن و جذب کار ما به زمان نیاز داره و یه مو چیزی است که ما باید با اعضای گروه شریک بسازیم تا بفهمند که منتظر چی چیزی باشن منان ما معمولا میگیم وقتی شما خانه میرین یا وقتی این کار را تمام میکنین ما مشوره میتیم که مدت با خودتان باشین با افراد بسیاری صحبت نکنین زیاد سوال نکنین زیاد جواب نتین ما مشوره میتیم که گای قدم بزنین یا اتاق خود بشینین و با خود فکر کنین یا در بعضی از موارد نوشتن بعضی از احساساتتان در یک کتابچه یاد داشت و ای که در او روز چی را در مورد خود یاد گرفتید بسیار مفید است به این ترتیب یک فضای راحت برای خود ترتیب کنید پس از آن با دیگران دید و بازدید کنید وقتی با مردم دیدید نخستین چیزی که با او میگین است که شما متفاوت تر از چی که مانان معمولا انتظار دارند شما را ببینند فکر کنید اما این در طول چند ساعت تغییر خورده و وضعیت به حالت نرمال در میعه. چیز دیگری که میتونیم بکنیم ایست که به او خاطر نشان بسازیم که آموز... آموزش از طریق چیز دیگری که بکنیم که به او خاطر نشان بسازیم که آموزش از طریق تجربه خود ادامه بتن یکی از ساعتی که ما کمک میکنیم ایست که چیگونه از کتابچه از کتابچه یا داشت خود بر درج افکار دیدگاه جدید و در بعضی موارد تا رویه هایتان استفاده کنید بعد از یک تمثیل رویه های زیادی به سراغ آدم می که معمولا دیدگاهی را به دنبال خود میاره که در جریان تمثیل به زین آدم نمی همچنان ما می که محرمیت شرک شرکت کننده ما نگاه شود زیرا این موضوع زندگی اوست و این موضوع در یک گروه محرم بررسی گردیده بود پس ما اکثرا به او میگیم بر شما ای بهتر است که درباره تجربیات خود فکر و تعمل کنید اما واقعا نباید دفتن درباره آنچه که انجام دادید به دیگران قصه کنید چرا زیرا شما برای جذب آن چی که براتان اتفاق افتاده است به وقت نیاز دارید و همچنان این قصه شماست و به شما تعلق دارد پس از تمثیل مردم کنجکاو میشن و از شما میپرسن که چی واقع شده است چی شده است ما معمولا به شرکت کننده مشوره میتیم که پاسخ بده که ما بالاخره به با شما میگم که چی شده و من از این گروه چی فایده بردم اما این فعلا من نیاز دارم تا ساکت باشم و آرامش داشته و فکر کنم حالا شما میتونید یک مشوره دیگری نیز به شرکت کننده بتین وقتی آنها گروه را ترک میکنن چند چیز است که میخوان بر کسانی که دوست دارن یا بعضی از دوستانی که با او ملاقات میکنن بگویند یا بکنند او میتونه نظریات جدید در گروه بررسی کنه شرکت کننده به کسی که با او بسیار ارزش قائل شده میگه که میتونم امرایتان تلفنی صحبت کنم آیا میتونم امرایتان گپ بزنم آیا میتونم برای قدم زدن بیرون برم و شما با کسی رابطه میگیرین که واقعا با او اعتماد دارین اما برای بقیه مردم بهتر این است که در 24 ساعت اول تنها با خودتان باشین تا خود را آرام کنین تجربه که از تمثیل گرفتین را نباید با جزیات به کسی شریک بسازین زیرا قصه کردن این داستان میتونه تجربه را بسیار رقیق بسازه و واقعا ممکن است به سراب آور باشه پس در برابران مقاومت کنید در نهایت و در آخر کار ما این نوع کار را برای کمک به کسانی که دچار تراما یا آسیب روانی انجام میدیم تا یاد بگیرن چگونه گونه مقاومت کنن و را که یاد گرفتن با شرایط زندگی پس از اجرای تمثیل و وفق بدن بنابراین کاری که می توانید انجام بتین ایست که به اعضای گروه خاطر نشان بسازین که بله شما ممکن است احساسات خاصی را تجربه کنید عواطف خاصی داشته باشید و غیره اما چیزی را که باید در مورد آن فکر کنید ایست که خوب می کار را انجام دادم در کدام وضعیت ما باید امرای کسایی که قبلا امرویشان در این مورد گب زدم صحبت کنم پس با خود فکر کنید که پیش از این که با آنها صحبت کنید بهتر است تمرین کنید و با خود بگویید بله قسمی که مد در تمثیل کار کنم ما موافقه کردم که کسی ناراحت میکنه مسخره میکنه سرم ریشخندی میکنه و یا چیز مثلی داینده دا سرم اتفاق میفته، به وضعی که خاموش باشم و از او دور شوم با او میگویم که ببخشین از شما میخوایم که کار نکنین ای کار مرا ناراحت می سازد و به یاد داشته باشین از صدای خود استفاده کنین و اگر این بوده باشه و تا واکنش های خود برشان تشریح کنین شما همچنان با مسابقه پیامد تمثیل شاید بخواید نزد کسی که میشناسید بروید و برایش بگویید از حادثه ای که اتفاق افتیده خیلی متاسف هستید اینکه شما اشتباهی را مرتکب شدین ورزو دارین که, او... که اگه او وارزو داره دوباره رابطه تان با او برقرار شود به این ترتیب شما درباره رای فکر میکنین که ممکن است کمی متفاوت تر از روز اولی باشه که وارد گروه شده بودین پس اگر شما به این بینش جدید عمل نکدین و صحبت و رفتارتان متفاوت شده باشه احساس اعتماد به نفس و عزت به نفس بیشتری خواهید کرد و شاید مفاد بسیار مثبتی خواهید بود که از این تغییر به دست می آورید و این همه از مزایایی است که از شرکت در گروه به دست آورده اید و به خصوص اگر دوستی دارین یا کسی در گروه را که میتونین به او قصه کنین و بر کارهایتان رو گزارش بتین میتونین برشان بگوین که میدانی چی شد من تانستم بالاخره صدای خدا بکشم میدانی چی شد من موفق شدم این کار بکنم و این کار نکنم و اگر آن فرد که در تمثیلتان هم سم داشت و امرای شما بود و شما را قادر می سازه که حتی از هم پشتیبانی کنین و این با شما نیست کمک میکنه که به جلو حرکت کنین و کارا را متفاوت تر از قبل and john betty